فوتبال زنان رو نگاه بکنید با اون همه درخشش و افتخاری که واقعا آفریدن تیمی که این همه در محرومیت بود تمریناش دیدید حتی یک جای گذاشتن لباساشون رو نداشتن اومده عرصه. و انتخاب شده و متاسفانه اردنی ها بعد از شکست اه، اه، کار خیلی زشتی کردن غیر انسانی و انگوش گذاشتن روی زهره کلایی که گفتن این مرده در حالی که یک خانم نگار مصری که روی پان عرب داره کار میکنه و مدافع زنان هست در مصر او گفته که او هم زهره کولایی مثل من یک زنه و دفاع همه جانبه ای کرده از این زهره شما زهره رو میدونید که به خاطر از کودکش به به خاطر یه مقدار شکلی که داشت همبازیاش رو مسخره میکردن و بعد این دختر در تابستان ها نجاری میکنه برای اینکه بتونه زندگی خودش رو اداره بکنه من همین رو میگم وقتی یک بازیکن تیم ملی که الان شماره یک دنیا شده همه دربارش صحبت میکنن میاد و عضو تیم ملی میشه الان پول نداره و نمیتونه زندگی خودش رو تعمین بکنه اون وقت دادن 22 میلیون به آقای کالدرون یه مقدار تعجب برانگیزه و گفتن این رو از اون بودجه ای دادن که صرف بازسازی یا اشتغالزایی واقعا در در کشور قرار بگیره این زهره کولایی و اینم پنالتی که میگیره این دوتا تا پنالتی که گرفت واقعا خار چشم اردنیا شد ببینید اینا با چه خوشحالی دارن میدونن طرف زهره کودایی و او هم اونها رو در آغوش میگیره این یه صحنه خیلی تاریخیه برای فوتبال ایران واقعا تاریخیه من داری. واقعا افتخار میکنم به این دخترانی که با این همه محرومیت روبرو بودن هنوزم بازی هاشون از تلویزیون رسوای جمهوری اسلامی پخش نمیشه شما نگاه بکنید تیمی که میاد این افتخارات رو به دست میاره یک صحنه از این کاراشون توی تلویزیون پخش نمیشه خب اینا معلومه که ما با یک رژیم ضد زن و ضد انسانی روبرو هستیم البته من در اینجا یک مسئله ای رو باید اشاره بکنم که جمهوری اسلامی در 2015 تیم فوتبالی فرستاد که از 11 نفر هشت نفر و اونها دو جنسیتی بودند یعنی اینها منتظر بودند که عمل جراحی بشن یا مرد بشن یا زن بشن ولی خب همین مسئله انگوش گذاشت روی تیم فوتبال زنان ایران و تا مدتا سایت های مختلف این رو واقعا بررسی میکردن شاید این کاری هم که اردنیا کردن یه مقدار به همون نتیجه به همون سابقه ای میگذاره که این رژیم دروغگو و واقعا مزور برای فوتبال زنهای ما به وجود آورده بود